برای ویرایش کردن تمپلیت ها همانند قسمت اکتیویتی شما میتونید از این تمپلیت هایی که در قسمت اینفو پنل مشاهده میکنید یک سری نسخه های کپی رو با دستور کپی ایجاد بکنید و برای اون نسخه های کپی عمل ویرایش پارامترها رو برای قسمت های مختلف داشته باشید خب در اینجا شما مشاهده میکنید که برای قسمت کانستراکشن تمپلیت دیتا یک سری اطلاعاتی رو برای قسمت های مختلفی از جدارها نوشته شده و همچنین اینکه حالا اینفیلتریشن یا اون نفوذ هوا به چه صورتی باشه کرک ها اون شکست ها و همچنین درز هایی که حالا میتونه اتفاق بیفته برای نفوذ هوا به چه صورتی هستش و همچنین زخامت های قسمت های مختلف همه اینها در این قسمت قابل مشاهده هستند و شما میتونید اونها رو با ایجاد کردن یک نسخه کپی ویرایش بکنید و حالت مطلوب خودتون رو براش در نظر بگیرید خب یک سری تعاریفی هم در داخل قسمت پنجره مربوط به کانسترکشن موجود هستش که مربوط میشه به نوع دیواره ها و جداره ها که اسم مخصوص خودشون رو دارن اکسترنال والز مثلا برای دیواره های خارجی تعریف شده اون دیواره هایی که هم در تماس با یک فضای کنترل شده و هم برای قسمتی که در تماس با بیرون و محیط هستند تلقی خواهد شد و بلو گرید والز برای اون دست از دیوارهایی که در سطح آندرگراند تعریف میشن تلقی خواهد شد برای فلت روف یک دسته از اون سطها و حالا میشه گفت دیوارهایی که به صورت سطوح صاف و افقی برای سقف در نظر گرفته میشن شما اگر اون تمپلیت مربوط به جیومتری رو خاطرتون باشه در اون هندسه یک دیواره بود که به صورت فلت روف در نظر گرفته شده بود و همچنین پیچ روف هایی که شما با اون آشنا هستید مربوط به سقف های شیروونی هستش و همچنین اینترنال پارتیشنز که به صورت پارتیشن های داخلی تعریف میشن و شما میتونید اون ناحیه مورد نظرتون رو با استفاده از پارتیشن ها به چند قسمت تقسیم بکنید و شرایط تهویه مطبوعی یکسانی رو برای اونها در نظر بگیرید خب برای اینکه حالا با اینها و با تمامی این اصطلاحات به صورت خیلی بهتر و واضحتر آشنا بشید من میخوام از هلپ نرم افزار هم استفاده بکنم و شما این شماتیکی رو از ساختمون با این اصطلاحات مورد نظر مشاهده بکنید خب برای همین کار شما میتونید از هلپ نرم افزار استفاده بکنید که به صورت حالا وب بیس میتونه باشه یا به صورت لوکال که برای لوکال عرض کردم خدمتتون در ابتدای آموزش بایستی اون اطلاعات مربوط به هلپ و اینفو رو دانلود بکنید و در سیستمتون ذخیره بشه تا به صورت لوکال یا محلی بتونید از سیستم بدون استفاده از اینترنت استفاده بکنید من در اینجا میخوام از اینترنت استفاده بکنم و اون قسمت مربوط به هلپ نرم افزار رو براتون توضیح بدم هم با زدن آدرس مربوط به هلپ نرم افزار دیزاین بیلدر یک همچین پنجری رو شما مشاهده خواهید کرد که یک سری توضیحاتی رو برای دیزاین بیلدر ارائه داده و به صورت بسیار کامل و کاربردی شما میتونید از اینها استفاده بکنید خب ما در قسمت بیلدینگ مادلز و مدل دیتا همچنین بیلدینگ مدل دیتا و قسمت کانستراکشن در اینجا ما مشاهده میکنید که برای کانستراکشن دیتا اومده یک شماتیکی رو از یک ساختمونی و هندسه ای به این صورت تعریف کرده و در اینجا رنگ های مختلف برای سطوح و جدارهای مختلف توسط دیزاین میلدر تعریف شدن و در نظر گرفته شدن شما مشاهده کنید که برای دیواره خارجی که از یک طرف با فضای کنترل شده و از یک طرف به محیط بیرون دسترسی دارند با رنگ قهوه‌ای نشون داده شده و با External وال Constructions معرفی میشن و همچنین برای سقف های شیروانی پیچ دروف، شما مشاهده کنید که رنگ سبز رو در نظر گرفته و فضای پایین مربوط به این سقف شیروانی هم به صورت کنترل نشده هستش مشاهده میکنید semi-external unconditioned zone در نظر گرفته شده برای این برای قسمتی که شما بتونید اون فضای کنترل نشده رو به فضای کنترل شده توسط سخفی حالا پوشش بدید میتونید از semi-exposed wall ها استفاده بکنید که برای این حالت که حالت سخف هستش semi سیلینگ به کار گرفته میشه برای پارتیشن بندی بین دو ناحیه که به صورت دو ناحیه اکیوپاید و کنترل شده محسوب میشن شما میتونید از اینترنال پارتیشن ها استفاده بکنید که با رنگ سفید نشون داده میشه و همچنین برای سطوحی که حالا به صورت سطوح زمین و لول گراند محسوب میشن گراند فلور رو شما میتونید داشته باشید که با رنگ سبز روشن نشون داده شده و برای اون دیوارهای داخلی که شما میتونید برای یک فضای کنترل نشده و فضای کنترل شده در نظر بگیرید در این حالت هم دوباره سمی اکسپوزد وال ها هم کاربورد خواهند داشت که در اینجا چون حالا به صورت یک دیوار هستش ما از همون سمی اکسپوزد وال استفاده خواهیم کرد و دوباره یک پیچروفی رو اینجا مشاهده می که به صورت سبز رنگ هستش و فضای زیر اون یک فضای کنترل نشده اما این لاین ها و خطوط پر رنگ یا سالید چی هستن؟ اینجا هم نوشته که برای خطوط دشتان شما میتونید اون سطح ناحیه مربوط به دایمنشن های داخلی رو توسط اینها مشاهده بکنید که اون ناحیه داخلی مربوط به این زون رو برای ما مشخص کرده و اون حالت سالید لاین هم که برای دایمنشن و ابعاد خارجی سطوحمون خواهد بود و تعاریف مربوط به هر یک از اینها که به صورت مختصر و مفید در اینجا ارائه شدن که اکسترنال ها همون دیواره هایی هستن که در مجاورت بیرون قرار دارن که همه اینها رو من برای شما توضیح دادم و اونها رو در این شماتیک براتون نشون دادم خب دوباره برگردیم به نرم افزار و شما الان دیگه با این اصطلاحات آشنا هستید و میدونید که سمیکس پوزد وال ها به اون دیواره تلقی خواهند شد که یک طرفشون به صورت یک فضای کنترل نشده و یک طرف به صورت فضای کنترل شده هستش خب برای سن بخش حالا وال، سیلینگ و فلور در نظر گرفته میشن که شما در اون هندسه مربوطه حالت وال و سیلینگ رو برای سخت و دیواره مشاهده کردیم همه اینها یک سری تمپلیت های خاص خودشون رو دارن شما در اینجا مشاهده می که اون اطلاعات مربوط به تمپلیت قسمت سمیکس پوزدوال به این صورت قابل دسترس هستش شما میتونید زخامت و لایه های تشکیل دهنده هر یک از اینها رو مشاهده بکنید و همچنین اینکه این لایه ها به چه صورتی و اون زخامتشون در نظر گرفته میشن جنس لایه ها از چی هستش آیا به صورت پلی استایرن امبساتی هستش و یا به صورت آجر هستش و بسیاری از اطلاعات دیگه که مربوط به زرايبه انتقال حرارت و تابشی هستش که از اون سطح میتونه اتفاق بیفته که برای اینر سرفیس و آتر سرفیس سطوح داخلی و خارجی نوشته شدن همه اینها به این صورت و همچنین یک مقادیری مربوط به یو value و آر value که در اینجا اینها مربوط میشه به مقاومت جدارها و دیوارها که در این تمپلیت به کار گرفته شده یو و آر ولیو نسبت به هم حالت عکس رو دارن و معکوس یکدیگر هستن شما اگه به واحدهاشون دقت داشته باشید یکیش وات بر متر مربع کلوین هستش و دیگری متر مربع کلوین بر وات هستش که اینجا شما مشاهده میکنید اون مقاومت مربوط به دیواره رو در اینجا میتونید از این مقادیر محاسبه بکنید و داشته باشید برای قسمت ساب سرفیس هم حالا میشه گفت که در بیرون جداره ها و قسمت های مات و کدر محسوب میشن و مثلا برای نمای بیرونی و اون نمایی که حالا بیرون ساختمون کار میکنن میتونه این ساب سرفیس ها تعریف بشه دیواره ها اینترنال باشه روف باشه حالا اکسترنال دور باشه یا اینترنال دور که در اینجا مشاهده میکنید درها هم در زیر شاخه ساب سرفیس قرار میگیرند و از این نوع سطوح قابل تعریف هستند که شما میتونید برای حالا دیواره ها و قسمت های مختلف جنس و زخامت مربوط به ها رو از تمپلیت ها در نظر بگیرید و برای درهاتون هم شما اینجا مشاهده میکنید که دوباره یک سری تمپلیت هایی وجود داره که در اینجا مثلا در چوبی در نظر گرفته شده شما همچنین میتونید